درود بر شما، سیامک دهخانپور هستم و این ویژه برنامه صدای آمریکا چرخش سیاسی در منطقه خلیج فارس است. نرخ رشد اقتصادی عربستان سعودی، کویت و امارات متحده عربی در سال 2022 میلادی به ترتیب 8.7%، 8.2% و 7.4% بوده. نرخ رشد اقتصادی ایران در همین زمان حدود 2.9% گزارش شده. ریما بنت بندر سفیر عربستان در واشنگتن در مصاحبه‌ای درباره توافق ریاض و تهران ابراز امیدواری کرده که بازگشت روابط فرصت‌های بیشتری برای جوانان دو کشور در آینده فراهم کند. وزیر کار دولت قطر در سفر به تهران گفت در حال حاضر حدود 30,000 ایرانی در قطر شاغل هستند و در نظر داریم حدود 4,200 مجوز برای نیروی کار ایرانی صادر کنیم. نگاه بیندازیم به تازه ترین چرخش سیاسی در منطقه خلیج فارس در ده پرده. جمعه 19 اسفند 1401 نمایندگان ارشد ایران، عربستان و چین در پکن با انتشار بیانیه مشترکی از سرگیری روابط دیپلماتیک ایران و عربستان را اعلام کردند. پنجشنبه 28 اردیبهشت به گفته منابع بلندپایه عراقی نشست نمایندگان ایران و مصر با میانجیگری دولت عراق در بغداد برگزار شد و منابع مصری تایید کردند به زودی مقامات بلندپایه تهران و قاهره در بغداد دیدار خواهند داشت. سه‌شنبه 16 خرداد سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض طی مراسم رسمی بازگشایی شد. علیرضا بیگدلی معاون کنسولی وزیر خارجه جمهوری اسلامی گفت امروز روزی مهم در تاریخ روابط ایران و عربستان است. سه‌شنبه 23 خرداد عربی الجدید با اشاره به سفر محمد سودانی نخست وزیر عراق به مصر و گفتگو با عبدالفتاح السیسی درباره آشتی احتمالی مصر و ایران افسوده این سفر بسیار مهم است چرا که درست پس از سفر فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران به بغداد انجام شده. شنبه 27 خرداد همزمان با سفر فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان به ایران شبکه العربیه نوشت پس از عید قربان سفارت عربستان در تهران و کنسولگری این کشور در مشهد بازگشایی خواهند شد. شنبه 27 خرداد فیصل بن فرهان وزیر خارجه عربستان در کنفرانس مطبوعاتیش در تهران با اشاره به دعوت ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی از ابراهیم رئیسی گفت منتظر پاسخ رئیس جمهوری ایران جهت سفر به عربستان هستیم. سه‌شنبه 30 خرداد ابراهیم رضایی عضو کمیسیون سیاست خارجی مجلس و از همراهان حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه در سفر به قطر در این سالها دوحه به عنوان یک بازیگر و کاتالیزور مؤثر در مذاکرات میان ایران با برخی کشورها به ایفای نقش پرداخته. سه‌شنبه 30 خرداد ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران پیش از سفر حسین امیر عبداللهیان به عمان ما با هدف تحرک بخشی به مذاکرات رفع تحریم ها از مساعی جمیله سلطنت عمان استقبال کردیم و تبادل پیام های از طریق عمان با طرف مقابل داشتیم. چهارشنبه 31 خرداد حسین امیر عبداللهیان در دیدار با احمد نواف احمد الصباح نخست وزیر کویت پیشنهاد تشکیل یک مجمع گفتگو و همکاری های شمال و جنوب خلیج فارس را داده افزود کویت با توجه به سابقه مثبتی که در این زمینه دارد میتواند نقش مهمی ایفا کند. پنجشنبه 1 تیر حسین امیر عبداللهیان که به امارات متحده سفر کرده در دیدار با شیخ محمد بن زاید آل نهیان رئیس این دولت پیام دعوت ابراهیم رئیسی از وی را برای سفر به ایران تسلیم کرد. خبرگزاری ها گزارش میدن که حجاج ایرانی امسال احساس میکنن در عربستان سعودی بسیار بهتر از گذشته از اونها استقبال شده. از شما پرسیدیم چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه خلیج فارس پایدار یا موقت است؟ همطور که میبینید 92% حدودا 93% گزینه موقت رو انتخاب کردن. در ابتدای برنامه ببینیم روزیتا از دیدگاه های شما چه آماده کرده. روزیتا
همراهان برنامه دلایل مختلفی درباره چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه عنوان کردند. محسن در اینستاگرام نوشته چرخش سیاسی جمهوری اسلامی در منطقه فریبی بیش نیست. جامعه جهانی و دولت‌های منطقه باید هوشیار باشن. مهسا هم معتقده که جمهوری اسلامی فقط به فکر بقای خودشه و تو این راه حاضر هر بهایی بپردازه. اولین بخش از پیام‌های صوتی آماده است. با هم گوش بدید. میدونین که سیاست جمهوری اسلامی بر اساس روابط پایدار بین المللی نیست. چندی پیش مرگ بر آل سعود و حالا فرش قرمز براشون پهن میکنن. این چرخش سیاسی از ترس صدای ملته. نمیتونه پایدار باشه چون فلسفه و ایدولوژی این حکومت بر پایه دشمنی و خودکامگیه و شرط بندی بر اسب بازنده پوتین در جنگ اوکراین باعث این چرخش سیاسی شده که برای رهایی به هر جا چنگ میندازن و تاوان اینو ملت دارن. جمهوری اسلامی پشتش به چین و روسیه گرمه، وگرنه هیچ سیاستی نداره. به نظر من داره جمهوری اسلامی باج میده به چین و روسیه و حتی آمریکا و آلمان و کشورهای اروپایی، انگلیس مخصوصا دزبر باج میده که بتونه از لحاظ هسته‌ای و اتمی پیش بره. به نظر من جمهوری اسلامی یه جورایی هم داره از این ور زرنگی میکنه، داره یه برجام رو میکنه، دوباره پرونده رو میبنده، پرونده رو باز میکنه که بتونه از لحاظ هسته‌ای و اتمی پیشرفت کنه. هشام القنام، دکترای علوم سیاسی و روابط بین الملل، پژوهشگر ارشد پیشین مرکز ملک فیصل، اخیراً در یادداشت مشترکی برای نشریه کایرو ریویو نوشته آشتی ایران و عربستان سعودی محاسبات راهبردی هیچ یک از دو طرف را به شکلی انقلابی تغییر نمی‌دهد و از این رو بعید است در کوتاه مدت محیط امنیتی منطقه را به شکل چشمگیری دستخوش تحول کند. آقای دکتر القنام، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا سال 2016 در یک گفتگو با نشریه اتلانتیک گفته بود ایران و عربستان لازم راه مؤثری برای به اشتراک گذاشتن همسایگی پیدا کنند و نوعی صلح سرد رو جایگزین کنند. آیا این همین رویکرد است که تهران و ریاض با اثرگیری روابط دیپلماتیک در دستور کار قرار دادند؟ At least from Riyadh's side, I don't think that this is an accurate description of what's happening. دست کم از منظر ریاض فکر نمی کنم این توصیف درستی از اتفاقی باشه که داره میفته. هیچ کشوری نمیخواد با کشور دیگه ای سهیم باشه. عربستان سعودی برای نفوذ در منطقه با کسی رقابت نمی کنه. برعکس توجه خودش رو به امور داخلی، به خصوص اقتصاد و برقراری روابط حسنه با کشورهای دیگه معطوف کرده. بنابراین سیاست خارجی از دیدگاه سعودی ها بازتاب نیازهای داخلی است. عربستان به این نحو امور خارجی خودش رو پیش میبره. فکر نمی کنم این ارزیابی درستی از اتفاقی باشه که در منطقه داره میفته. همین ارزیابی رو میشه در مورد ایران به کار برد. برخلاف عربستان وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد ایران تقریبا از هم پاشیده و اونا مجبورن اقتصادشون رو روبه راه کنند. اما به نظر من بین این دو کشور منافع مشترک است. دست کم منافع تاکتیکی برای هر دو طرف که باید روابط خودشون رو عادی کنند. اما باید اضافه کنم که وضعیت به طور کلی متغیر و غیر قابل پیش بینی است. ما شاهدیم که فرایند عادی سازی روابط بین دو کشور خیلی سریع پیش میره، به صورتی که خیلی‌ها 6 ماه قبل پیش بینی نمی‌کردند. البته این علامت خوبیه و من امیدوارم هر دو کشور به خصوص ایران از فرصت استفاده کنند و سعی کنند به سوی برقراری روابط مثبت با کشورهای عرب به طور کلی و با عربستان بالاخص گام بردارند. عربستان با این توافق با جمهوری اسلامی چه پیامی به مردم ایران می‌فرسته؟ We're not saying that there are magical solutions to the conflict in the region. ما نمیگیم که راه حل معجزه‌آسایی برای وضعیت منطقه وجود داره. پیام پادشاهی عربستان به مردم ایران اینه که ما می‌خوایم این منطقه رشد و ترقی کنه. ما برای منطقه صلح می‌خوایم. آنچه که بر مردم ایران اثر می‌ذاره، بر سایر کشورهای منطقه خلیج فارس هم اثر می‌ذاره. به خصوص بر عربستان. رشد و خوشبختی منطقه چیزی نیست که شما بتونید اون رو به تنهایی برای منطقه فراهم کنید. به نظر من پیامی که عربستان میخواد به ایران بده اینه که ما هیچ مشکلی با مردم ایران نداریم. ایرانی‌ها برادران ما هستند. از نظر منافع مشترک بین ایران و عربستان به نظر من دامنه همکاری نامحدوده. پس اگر اختلافات در منطقه ادامه پیدا کنه، اولین کسی که ضربه میخوره ایرانی‌ها هستند. بنابراین کاهش وخامت و بحران زدایی بیشتر به نفع ایرانه تا کشورهای دیگه منطقه و ما آرزو میکنیم که این روند ادامه پیدا کنه. منظورم ذهنیت بحران زداییه. آیا واقعا ریاض باور داره میتونه از بازار بزرگ اقتصادی ایران نفع ببره؟
I think cooperation between the two countries, if things go forward, it's endless, definitely. دامنه همکاری بین دو کشور قطعا نامحدوده. پادشاهی سعودی بزرگترین اقتصاد منطقه است و یکی از اعضای اصلی گروه 20. ایران هم بالقوه یک اقتصاد بزرگه. اما همه چیز به کاهش بحران در منطقه بستگی داره. تلاش برای عقد یک توافقنامه محدود، مثلا توافقنامه بین ایران و آمریکا، در حال حاضر فایده‌ای در بر نداره. آنچه که ما در نظر داریم یک توافق جامع‌تر و دوام‌پذیره. نه پیمانی که تنها به سود منافع داخلی آمریکا باشه و در همون حال ایران زیر بار تحریم‌ها کمر خم کنه. چیزی که مورد نظر ماست معامله‌ای که تحریم‌ها رو از ایران برداره. معامله‌ای که ایران هم بتونه سود ببره. عامل اسرائیل هم موضوع رو پیچیده کرده. حمله به ایران به وسیله اسرائیل یا هر کشور دیگه آخرین چیزیه که عربستان در مورد ایران میخواد شاهد اون باشه. نمیخوایم این اتفاق بیفته. اما این مربوط به حکومت ایران میشه. باید طرز نگاهشون به منطقه رو عوض کنن. آنچه که در منطقه رخ میده اینه که ایران میخواد تو کشورهای دیگه نفوذ کنه و این در درجه اول برای مردم ایران زیانباره. ادامه این راه قطعاً واکنش خواهد داشت، به خصوص علیه ایران. بعضی میگن ریاض و تهران هر دو سوابق حقوق بشری هولناکی دارن، هر دو به دنبال توسعه اقتصادی هستن نه توسعه سیاسی و نمیخوان از سوی غرب برای این امور مورد انتقاد قرار بگیرن. آیا این دو جنبه است که دو حکومت رو به هم نزدیک میکنه؟ شما با این نگاه موافقید؟ No, I disagree. I think it's much more complicated than that. نه، مخالفم. به نظر من این موضوع خیلی پیچیده تریه. فرض کنیم عادی‌سازی روابط انجام نمی‌شد. در عوض چه اتفاق می‌افتاد؟ غرب به انتقاد از سیاست دو کشور در زمینه حقوق بشر ادامه می‌داد و هیچ چیز تغییر نمی‌کرد. البته این مسئله عامل تغییر نیست. به نظر من انگیزه اصلی و عامل اصلی تغییر اقتصاده. کشورها میخوان اقتصادشون رو رونق بدن چون فکر میکنن که منابع طبیعی مثل نفت و گاز تموم میشه. اگه نه به زودی اما دست کم در آینده قابل پیش بینی. البته مسائل داخلی زیادی وجود داره به خصوص در ایران که باید حل بشن. از یه طرف ما نشانه های بهبود اوضاع در منطقه خلیج فارس رو میبینیم، از طرف دیگه از جانب جمهوری اسلامی نشانه ای از بهبود نمی‌بینیم. ما می‌خوایم همه کشورهای منطقه پیشرفت کنند. اگر هر کشوری فکر کنه که از رنج و عذاب کشورهای دیگه سود می‌بره، اشتباه محاسبه استراتژیک کرده. به نظر من ایران، عربستان، ترکیه و حتی اسرائیل باید تعامل کنند. باید معادله‌ای برای برقراری صلح پیدا کنند. ما باید خودمون رو از وضع موجود رها کنیم. نگاه کنید به سوریه، به عراق، به لبنان، به یمن که چه بر سرشون اومده. ما می‌خوایم این وضعیت هر چه زودتر خاتمه پیدا کنه. چون هیچ کس از این وضعیت سود نمیبره. حتی اگر بعضیا فکر کنن که در کوتاه مدت از این وضعیت سود میبرن. پس شما اعتقاد ندارید وضعیت حقوق بشر در عربستان به بدی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامیه؟ I don't think so. فکر نمی کنم. برعکس فکر می کنم حقوق بشر در عربستان به سرعت رو به بهبوده. شاهدیم که زنها قدرت پیدا می کنن. شاهد تغییرات بنیادی هستیم. البته این تغییرات تدریجیه و اجرای اون زمان میبره. ولی بهبود چشمگیری می‌بینیم، نه فقط در کشورهای حوزه خلیج فارس بلکه در عربستان. اما در ایران هیچ چیزی عوض نشده، نه بهبودی نه ترقی. فکر می‌کنم رعایت موازین حقوق بشر در تمام منطقه لازمه. به نظر من تغییرات ساختاری در عربستان رخ میده. دولت عربستان به دنبال بهبود کیفیت زندگی مردم، حتی کسانی که شهروند عربستان نیستند. آیا رابطه‌ای میان توافق تهران و ریاض و یورش پلیس آلبانی به اردوگاه مجاهدین می‌بینید؟ No, I do not think so. For several reasons. نه، فکر نمی‌کنم. به چند دلیل. یکی از نکات اصلی در توافق بین ایران و عربستان اینه که دو کشور در امور داخلی یکدیگه دخالت نکنند. دخالت فرم‌های مختلفی داره. پس من فکر نمی‌کنم همکاری بین دو کشور به این سطح رسیده باشه. این مسئله کاملا متفاوتیه. روابط دو کشور در مرحله اولی است و دو کشور هنوز در فاز گشایش سفارت و ایجاد روابط سیاسی هستند. اما اختلافات اساسی بین دو کشور به حال خودش باقی میمونه چون خیلی شدید هستند و منطقه هم تغییری نکرده و یک شبه تغییر نمیکنه. ولی آنچه که رخ داده گفتگو و سرگیری روابط دیپلماتیکه. گفتگو همیشه مفیده و خوبه که روابط بدون میانجی برقرار بشه. به هر حال من نمیبینم که روابط دو کشور به این سطح رسیده باشه چون اختلافات اساسی هنوز باقیه و طرز نگاه دو کشور به منطقه کاملا با هم فرق داره و هنوز هم عوض نشده.
شما پیشتر نوشتید تهران قبلا با توجه به موضعش در یمن اطمینان خاطر داشت که دست بالا رو در برابر عربستان داره. بعد از جنبش 10 ماه اخیر ضعف تهران در برابر نفوذ عربستان روشن شد. میشه در این باره توضیح بیشتری بدید و آیا امکان داره که این دینامیک به سرعت تغییر کنه؟ فکر میکنم ممکنه تغییر کنه، اما بی تردید یمن برای ایران میوه رسیده‌ای نبود. دخالت ایران در یمن سهل و ممتنع بود، یعنی اولش ساده بود بعد پیچیده شد. به نظر من حوثی‌ها خودشون رو خیلی مهمتر و بالاتر از خامنه‌ای میدونن. مسئله یمن خیلی پیچیده است و پیچیده خواهد ماند، با یا بدون دخالت ایران. تنها چیزی که ایران میتونه برای دخالت در یمن استفاده کنه در جهت حفظ منافع خودشه. ما میخوایم منافع یمن حفظ بشه. میخوایم همه احزاب در این فرایند سیاسی شرکت کنند، چون به نفع همه یمنی‌ها از جمله حوثی‌ها خواهد بود. ایران همیشه آسیب پذیر بوده. وضعیت اقتصادی ایران خیلی بده. اقتصاد مقاومتی یه چیز کاملا مسخره است و ارقام اقتصادی رو بالا نمیبره. ایران در مسیر سقوط اقتصادی قرار گرفته و سعی میکنه با تحریم ها کنار بیاد. ما میخوایم این تحریم ها هرچه زودتر برداشته بشه و این کار به عهده خود رژیمه. اگر رژیم کاری نکنه تحریم ها دست نخورده باقی میمونند و ممکنه به چیزی بدتر منتهی بشه. بنابراین پیشنهاد من اینه که ایران بهتره وارد فرآیند جامعی بشه تا از شر این تحریم ها نجات پیدا کنه و در مسیر مثبتی حرکت کنه، چون انکار واقعیت و انکار حقیقت و ارقام دروغین کمکی به بهبود اوضاع نمی‌کنه. اگر شما می‌خواید از گروه‌های شبه نظامی حمایت کنید، براتون خرج داره. خواه در عراق باشه یا لبنان یا سوریه. این تجارت خیلی گرونیه. خیلی رک بگم، اگر کسی طالب این نفوذه، بذارید بگیرتش. فکر نمی‌کنم عربستان سعودی خواستار یک چنین نفوذی باشه، چون براشون هزینه داره. شما پیشتر گفتید که جناح‌هایی در عربستان و در جمهوری اسلامی ایران هستند که خواهان این توافق اثرگیری روابط دیپلماتیک بین ایران و عربستان نیستند. میشه توضیح بدید این جناح‌ها دقیقاً چه کسانی هستند؟ نمیخوام گروه خاصی رو اسم ببرم، ولی فکر میکنم در هر فرآیند عادی سازی روابط سیاسی گروه هایی هستن که فکر میکنن از وضعیت صلح و روابط عادی ضرر میکنن، به خصوص در مورد ایران. به نظر من عده‌ای تندرو در ایران هستن که فکر میکنن این بازی برد و باخته و بهتر درگیری ادامه داشته باشه. اما فکر نمیکنم که این نظر غالب در ایران باشه. در ریاض قطعا نظر غالب اینه که راه پیش رو مسیر صلح است. یعنی دیدگاه کلی سعودی تمایل به صلح است. ولی همونطور که گفتم سیاست خارجی عربستان بازتاب نیازهای داخلی است. سیاست خارجی وسیله‌ای برای ابراز قدرت و ابزار نفوذ نیست. ما نیازهای داخلی داریم، نیازهای حیاتی که باید برای ملتمون تامین کنیم. به باور ما این سیاست در مورد کشورهای دیگه منطقه از جمله ایران هم صدق میکنه. به نظرات شما برگردیم با روزیتا. در توییتر در بخشی این چرخش رو منفعلانه عنوان کرده و معتقده که عربستان فهمیده باید برای به ثمر نشستن حجم عظیم سرمایه‌گذاری‌های اقتصادیش جنگ‌های نیابتی رو کنار بذاره، ولی در نهایت این کاربر معتقده که سردمداران جمهوری اسلامی با این سیاست‌ها فرصت‌های تاریخی و منابع ایران رو به هدر میدن. ایرج یکی دیگه از کاربران اینستاگرام نوشته که جمهوری اسلامی برای حفظ خودش و کاهش اثر تحریم‌ها در منطقه و حتی با کمک گروه‌های نیابتی که داره حاضر دست به هر کاری بزنه. بخش دوم پیام‌های صوتی آماده است، با هم گوش بدیم. به نظر من جمهوری اسلامی با سیاست‌های اشتباهی که در این 44 سال در منطقه و داخل کشور انجام داده، به در بسته خورده و از همه جا رانده شده. بنابراین برای اینکه بتونه حداقل یک کمی اعتبار برای خودش در منطقه کسب کنه، تغییر سیاست داده. ولی این سیاست و چرخش صادقانه نیست. به نظر من مهم در درجه اول کسب اعتبار مجدد در داخل کشوره که به شدت از دست داده. امیدوارم مسئولین جمهوری اسلامی حداقل با مردم خودشون صادق باشن. چرخششون احتمالا به این بابته که دیگه پول ندارن بدن به یمنی ها یا چه میدونم گروه های دیگه که اسمشو گذاشتم مقاومت. اگه واقعی هم باشه که خوبه که و پولشو بیارن، پولی که میدن به این تروریستا بیارن تو مملکت خودمون خرج کنن. مهمان این بخش از برنامه خانم کاملیا انتخابی فرد، سردبیر ایندیپندنت فارسی هستن. خانم خیلی خوش آمدید، مثل همیشه ممنون که وقت گذاشتید.
آیا شاهد یک چرخش هماهنگ در ارتباط با جمهوری اسلامی به رهبری عربستان سعودی هستیم در منطقه؟ شما چه می‌بینید؟ اجازه بفرمایید به شما بینندگان محترم سلام عرض بکنم. متشکرم از خوشامدگویی شما آقای دهقانپور. ایران و عربستان سعودی بخشی از یک مجموعه بزرگ در منطقه هستند، در منطقه خلیج فارس، در خاورمیانه و بخشی از آسیای مرکزی و برای عربستان سعودی حتی شمال آفریقا. من به جای اینکه بگم که دو کشور یه چرخش سیاسی انجام دادن نسبت به اینکه بخوان رابطشون رو عادی بکنن، این رو در یک پروسه عادی سازی بلند مدت تر و در 10 سال گذشته دارم میبینم. تحولات منطقه رو اگه از سال 2001 از بعد از 11 سپتامبر به این ترتیب ببینیم که چه وقایعی در منطقه اتفاق افتاد، از حمله به افغانستان توسط نیروهای عضو ائتلاف، بعد از اون جنگ در عراق، در سوریه، وقایعی که پیش اومد، جنگ داخلی در سوریه، در یمن، جاهای مختلف، در لیبی، بهار عربی، در مصر، نگونی مبارک، بعد از اون اومدن آقای مرسی، بعد از اون کودتا. این 10 سال پر اضطراب در منطقه برای تمام کشورهایی که اینجا دارن زندگی میکنن یک زنگ خطری بود، یک تجربه‌ای بود که سعی کردن ازش بیرون بیان. یعنی من اینطوری میبینم که از سال 2014 که مقابله با داعش شروع شد، کشورهای منطقه همشون سعی کردن که بحران‌ها رو یکی بعد از دیگری بتونن حل و فصل بکنن. ایران و عربستان سعودی در 1 ماه یا 2 ماه اخیر تصمیم نگرفتن رابطه‌شون رو عادی بکنن. این گفتگوها در مدتی قبل از حتی کشته شدن آقای قاسم سلیمانی شروع شده بود. در بغداد دیدارهای بود. بله، دیدارهای نتیجه بخش نبود به خاطر سطح تنش‌ها. و بعدم عربستان سعودی هم تو حالی که اشاره کردید، ببینید مثلا در لبنان، در اردن، در سوریه اشاره کردی، در عراق، در خود یمن و خیلی کشورهای دیگه واقعا در تقابل جدی با جمهوری اسلامی بود و حتی تلاش میکرد که فضای سیاسی اون کشورها رو تغییر بده به نفع خودش. خب درست میفرمایید، تنش به حدی سطحش بالا بود که ما بعضی وقتا فکر میکردیم ممکنه حتی بین این دو کشور همسایه جنگ بشه، یا حتی فکر میکردیم که ممکنه به ایران حمله بشه. بعد اون حملات موشکی که خب بله، به تاسیسات نفتی عربستان شد. درست میفرمایید، به همون دلیل عرض میکنم که در دهه دو دوم کشورها شروع کردن به کم کردن تنش ها. همونطور که شما میفرمایید، مثلا درسته که حوثی ها داشتن حمله میکردن به تاسیسات عربستان سعودی، اما در همون زمان در عراق گفتگوها برای انجام صلح در جریان بود. یعنی همیشه در کنار اینکه کشورها داشتن با هم زور آزمایی میکردن تو از اون وضعیت پرمخاطره 10 سال اول بیان بیرون، در همون راستا هم داشتن با هم گفتگو میکردن. عراق رو مثال زدید، عراق همسایه ایران هست و همسایه عربستان سعودی هم هست. از یک طرف دچار مشکلات زیادی شده بود که بین این دو تا همسایه قرار گرفته بود، یک کشور شیعی اعتقادات قلبی داشت با جمهوری اسلامی ایران، از اون طرف کشور عرب بود، با عرب بعد رابطه‌اش خوب می‌کرد. در این گفتگوها بسترش در عراق در چند سال پیش ایجاد شده بود. خود عربستان هم سال‌ها سفارتش اونجا در واقع فعال نبود به خاطر اختلافات جدی که با دولت در بغداد داشت و به هر شکلی نظر میاد که تمام منطقه در آشوب بود. چیزی که الان داریم می‌بینیم به سمت عادی شدن رابطه در یک استراتژی خیلی خیلی بزرگتر که در اون چشم‌انداز نه فقط جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی هست، بلکه تمام کشورهای منطقه وجود دارن. منطقه به یک نتیجه رسید. حالا میتونم واقعا بگم که در رهبریش عربستان سعودی که کشورها باید خودشون مشکلاتشون با هم دیگه حل بکنن. احساس میکنید که کشورهای دیگه همونطور که معمولا در شورای همکاری خلیج فارس تصمیم گیری انجام میشه، عربستان اومده جلو و کشورهای دیگه هم به صف شدن، در واقع همون مسیر رو دارن دنبال میکنن. باید میومده جلو و بقیه هم دارن از این بهبود رابطه کلی و عمومی بهره میبرن. برای مثال امارات متحده عربی، بحرین، قطر، همشون فهمیدن که در شرایطی که جنگ باشه، خشونت بالا بگیره، تنش زیاد باشه یا کشورهای منطقه بخوان همدیگر تهدید بکنن، هیچ کدوم امنیت، ثبات سیاسی، ثبات اقتصادی و رفاه نخواهند داشت. و در اون چشم انداز بزرگ هست که ما داریم میبینیم مقامات مختلف عربستان و سعودی دارن صحبت از این میکنن که این گفتگوها فقط عادی شدن رابطه نیست،
در این راستا هست که کشورها بخوان با هم همکاری‌های تنگاتنگ بکنن و اون یه چیزی هست که شاید من فکر می‌کنم که غرب رو یه کمی نگران بکنه. ما دو تا نمونه داشتیم. یک نمونه در زمانی بود که نفت رو قطع کردن فروشش رو به اسرائیل و ملک فیصل اون موقع در عربستان سعودی پادشاه بود. دیدیم چه وضعیت و بحرانی در غرب به وجود اومد و بعد از اون شاه ایران بود که باز هم دیدیم بر سر فروش نفت و بالا بردن قیمت نفت چه اتفاقی افتاد و حکومت پهلوی رو هدف قرار گرفتن و شاه ایران از ایران خارج شد، حالا یا سرنگون شد به عبارت بعضیا که میگن. الان هم منطقه در یه شرایطی قرار داره که درک کرده اگر همه با هم نخوان کار بکنن نمیتونن رفاه و اون استقلالی رو به دست بیارن که به دنبالش هستن. اشاره کردیم ابتدا به مصاحبه که سفیر عربستان در واشنگتن داشت، اونجا به صراحت میگه که با وجود این توافقی که انجام شده ولی عربستان سیاست‌های منطقه‌ایش رو با هماهنگی بسیار دقیق با آمریکا برشک دنبال خواهد کرد. این نکته که می‌خواستم بپرسم که چون اشاره کرده به همکاری‌های زمینه‌های برای همکاری ایجاد میشه بین ایران و عربستان، همزمانی این قضیه سوال برانگیز شده بود. امروز هم اخباری داشتیم که این کمپ اشرف 3 مثلا جلوی رفت و ورود افراد رو با دستگاه الکترونیکی مثلا لپتاپ و این چیزها محدود کردن. چقدر اون یورش به اون پلیس آلبانی رو به اون کمپ اشرف 3 مرتبط می‌بینید با اینکه توافقای ممکنه پشت پرده بین تهران و ریاض انجام شده؟ واقعا دلم می‌خواد که راجع به اون گفتگویی که فرمودید امیر ریما بنت بندر آل سعود انجام داده بود در اسپن کرولادو صحبت بکنیم، امیدوارم بشه با اون بپردازیم. به حدی در مورد این استراتژی عربستان سعودی حتی رابطه با اسرائیل به روشنی و شفافی و بدون پرده پوشی و از اون چیزی که برای منطقه شمال آفریقا و خاورمیانه عربستان توقع داره اتفاق بیفته صحبت کردن که خیلی جالبه. ما در ایندیپندنت ترجمه کردیم، امیدوارم بشه یک کمی راجع به صحبت بکنیم. در همون چشم انداز هست که ما باید ببینیم که شما اگه بخواید با کشورهای منطقه دوست باشید، با ایران، با اسرائیل، نمیتونید توته بکنید، یک گروهی رو علیه گروه دیگه تحریک بکنید و همچنان بخواید از اون دوستی که دارین صحبت میکنید که رفاه و همگنی برای همه همسایه‌تون داره بهره ببرید. ولی خب مقام عربستان از مجاهدین رسما حمایت میکردن در سالهای گذشته و این سوال برانگیزه که خب الان داریم راجع به یه الگوی جدیدی داریم صحبت میکنیم. من حتی بعید نمیدونم که به هم خوردن مراسم همایش سالیانه مجاهدین خلق در فرانسه مربوط بشه با توقف حمایتی که عربستان سعودی از گروه سازمان مجاهدین خلق میکرد. این همزمان شد با حضور شاهزاده محمد بن سلمان در پاریس که اون تجمع رو به هم زدن. اما در مورد آلبانی من فکر نمیکنم که اون فشار جمهوری اسلامی یا گفتگوهایی که با غرب دارن انجام میدن باعث شد که اون حمله یا اون یورش رو ببرن. گزارش های زیادی از طرف خبرگزاری های مختلف وجود داره که در اون منطقه، در اون کمپ، این گروه مشغول به انجام خرید و فروش های غیرقانونی، تجارت مواد مخدر، جاسوسی، اختشاش و توطئه به علیه امنیت ملی سایر کشورها می‌کردن. اون رو نمی‌بینم واقعا در این چارچوب جا نمی‌گیره. اما در چارچوب داخل منطقه که مورد نظر شما هست داریم صحبت می‌کنیم، خب برای جمهوری اسلامی هم باید همینطور باشه. باید رفتارش رو نشون بده که متعهد هست به تغییر دادن و اگر یک کسی یک گامی رو برداشته جهت رفاه همسایه، جمهوری اسلامی هم باید یک گام برداره. چرا طول کشیده؟ به خاطر اینکه شما فرمودید جمهوری اسلامی مقاومت میکرد برای اینکه بخواد داخل این آرامش و صلح و ثبات در منطقه بشه. شرایط ده ماه گذشته در ایران، کشدار مردم، تظاهرات سراسری، وضعیت اقتصادی نابسامان و جمهوری اسلامی نشون داد که چاره‌ای نداره که واقعا عضوی بشه از این جامعه بزرگ منطقه و به خاطر خودش، وگرنه واقعا در آستانه سرنگون شدن پیش رفته بود. ما الان یکی دو دقیقه بیشتر فرصت ندارم که باز بخوام صحبتتون رو قطع میکنم چون میخوام این رو حتما ازتون بپرسم. بحث این پیش اومده بود که چون اشاره کردید به قاسم سلیمانی، فکر میکنید نبود قاسم سلیمانی در معادلات منطقه چقدر راه رو برای عربستان برای حرکت به این توافق در واقع باز کرده؟ خیلی کوتاه من فکر میکنم که ایشون دنبال این توافق بود. شواهد زیادی دارم که همونطورم که شما فهمیدین در عراق داشتن گفتگو میکردن. حتی الان هم میتونیم بگیم که تاثیر اون افراد یا اون گروهایی که در منطقه چیده بودن چند سال
سال از مرگ ایشون گذشته هنوز وجود داره. مثلا گروه های شبه نظامی که هشت شعبی در عراق هنوز چنان ساخته شدن و مؤثر هستن که نمیتونن در برای انتخاب نخست وزیر ممانعت میتونن ایجاد بکنن، یا هنوز در لبنان سرنوشت ملت لبنان به گروگان حزب الله لبنان گرفته شده. این شالوده و این پایه‌ریزی رو میتونیم اینطوری ببینیم که بعد از مرگ ایشون هنوز ادامه داشته. اما اگر استراتژی جمهوری اسلامی، سیاست خارجیش در منطقه در این 4 سال گذشته تغییر کرده باشه، با خوشبینی نه چندان زیاد ولی باید بگیم که دارن میفهمن که یا باید یه تغییر اصولی بیارن، یا اگر این تغییر اصولی رو نیارن حکومتشون محکوم به فنا و شکست هست. یک جمله پایدار میبینید یا موقت این توافق؟ ضامن این توافق چین هست. چین عضو شورای امنیت سازمان ملل متحده. عراق میتونست میانجی این توافق باشه، ولی برای عربستان سعودی مهم بود که یک کشور، یک قطب جدیدی، یک کسی که جمهوری اسلامی توافق 25 ساله باهاش داره وسط باشه، که اگر جمهوری اسلامی نخواست به تعهدات خودش وفا بکنه، چین رو بتونن که یک عضو مؤثر هست در شورای امنیت. فکر میکنید پایداره؟ نمیدونیم. جمهوری اسلامی هیچ چیزش پایدار نیست، ولی اینطوری به نظر میرسه که عربستان سعودی با یک برنامه ریزی مشخص خواستن که چین رو به عنوان ضامن این توافقنامه داشته باشن. سپاسگزارم کاملیا انتخابی فر سردبیر اینتربنتد پارسی یا فارسی. به روزیتا سردیه بزنیم. بخش زیادی از همراهان از سیاست‌های دولت‌های دموکرات عصبانی بودند. برخی از نظرات قابل خوندن نبود. از بین اون نظرات قاصدک رو انتخاب کردم که میشه منعکس کرد. این کاربر در بخشی نوشته این حکومت جز تروریسم هیچ هدف دیگه ای نداره. الان به جای خیابون تو زندونا میکشه و شکنجه میکنه. چطور میشه از تک تک رفتارهای تروریستی جمهوری اسلامی چشم پوشی کرد؟ بسیاری از پیامهای صوتی هم در همین راستا برامون ارسال شده. بخش سوم رو با هم گوش بدیم. جمهوری اسلامی از بدو تأسیسش با سیاست‌های طلبکارانه و آرمانگرایانه شروع کرد، با شعار نه شرقی نه غربی، ولی وقتی مجبور شد برای بقای خودش کامل خودشو در دامن شرق انداخت. برای منطقه هم یه اسکیل کوچیک از همین حالت هست. برای بقای خودش مجبور شده از شعارهای پوچ و توخالیش دست برداره، ولی خب متاسفانه هیچ کدومش در راستای منافع ملی نیست و فقط در جهت بقای خودش است. چرخش سیاسی ایران فکر نکنم درست باشه. بعد بگیم که چرخش سیاسی کشورهای دیگه، مخصوصا خیانتی که اروپایی‌ها در حق این مردم کردن، حالا کشورهای عربی که اومدن سمت ایران. آمریکا هم که دیگه مخصوصا دموکراتاش مشخص، اونا چرخش کردن متاسفانه. بیشتر از این در سیاست خارجی منطقه مثل یک بازیگری که فقط میخواست نقش اول رو بازی کنه در تلاش بود، حالا با هر طرفم شگردی. اما خب الان شرایط منطقه و سناریو تغییر کرده، نیاز هست که در منطقه جور دیگه عمل بشه. مهمان این بخش از برنامه حسن هاشمیان، تحلیلگر امور جهان عرب هستن. آقای هاشمیان خیلی ممنون وقت گذاشتید، خوش آمدید. چه مقدار از اختلافات دو طرف ایران و عربستان سعودی به نظر شما در این توافق حل شده و چه بخشایش باقی مونده؟ بله، سلام بر شما و بینندگان محترم. خب یه چیزی آغاز شده الان، ولی اینکه اختلافات حل شده این خیلی ایدئاله. به نظر من اختلافاتی که سابقا وجود داشته هنوز سر جاشه، منتها یک سری مسائلی موجب شد که اینها به طرف همدیگه حرکت کنن. یکی اینکه جنگ‌های نیابتی به نتیجه مشخصی برای هر دو طرف واقعا نرسیده بود. مثلا در یمن نه حوثی‌ها میتونستن کاملا یمن رو بگیرن، نه دولت مشروع یمن میتونست این کار رو بکنه. وضعیت لبنان هم همچنین، در عراق هم به همین صورت، در جای دیگه هم همینطور. اینا حال دادن هر دو طرف رو که در واقع بیان و پیشنهاد چین رو برای آشتی دوباره قبول کنن و به این شکل گام نهادن. ولی این که الان مشکلات حل شده به اعتقاد من چنین نیست. مشکلات همانند گذشته الان باقیه و ممکنه هر لحظه هم منفجر. چقدر امکان همکاری در زمینه امنیتی میان دو طرف به نظر شما وجود داره، تهران و ریاض؟ این بایستی در واقع یک سری فرایندها شکل بگیره، یک سری بسترها میان دو طرف حاصل بشه تا به این نقطه برسن. چون که سابقا در دوره آقای خاتمی و دوره اصلاحات
چنین چیزی حاصل شده. ولی الان موانع سیاسی وجود داره، موانع دیپلماسی وجود داره، موانع حتی اقتصادی وجود داره، و بنابراین تا وقتی که این موانع برداشته نشه، من معتقدم که در سطح امنیتی خیلی زوده بگیم که دو طرف بیان و با هم دیگه همکاری کنن. آیا هاشمیان، شرکت های سوری هستند که متعلق به ایران بودن در امارات، اینا تحریم شدن در این سال ها؟ حتما شما بسیارشون رو اسامیشون رو دیدین که وزارت خزانه داری آمریکا تحریم کرده. به نظر شما سرنوشت اینها چه خواهد شد بعد از این عادی سازی روابط بین تهران و امارات، ایران جمهوری اسلامی و امارات و عربستان سعودی؟ اینجا در واشنگتن همونطور که خودتون میدونید، ایالات متحده به قانون قیصر، قانون تحریم سوریه، شدیداً پایبند. سیاست ایالات متحده در مورد سوریه شدیداً باقیه و حتی اعتراضاتی ما دیدیم از سوی ایالات متحده نسبت به کشورهایی که آقای بشار اسد رو به جده در سران کشورهای عربی دعوت کردن. و بنابراین من معتقد نیستم که در این فاصله ما شاهد این باشیم که برخی از شرکت‌های سوری از تحریم‌ها بیان بیرون. و شما وضعی که الان ایران و جمهوری اسلامی در کنگره آمریکا داره رو بهتر از من می‌دونید. الان حتی گام‌هایی که به شکل مخفی و سری در رابطه با ارتباط جمهوری اسلامی و جمهوری اسلامی، ارتباط ایالات متحده و جمهوری اسلامی برداشته میشه، با شدت مورد انتقاد قرار می‌گیره و لایه‌های جدیدی هم به کنگره ارائه میشه که تحریم ها را زیاد کنن. من بعید میدونم که این شرکت ها در حال حاضر بتونن از تحریم ها رها بشن. مخالفان جمهوری اسلامی در امارات به نظر شما لازم احتیاط بکنن الان که روابط دیپلماتیک گرمتر شده؟ من معتقدم که اگر دولت امارات نشانه های دقیق و مشخصی از جمهوری اسلامی ببینه که منافع دو طرف رو لحاظ کنه و در نظر بگیره، مخالفان کاری نمیتونن انجام بدن. یعنی در واقع ما در امارات مانند جمهوری اسلامی نیست که یک سری گروه های فشار میتونن با یک حرکت های ایزایی کارهای دولت رو متوقف کنن. اونجا یک حاکم مشخص وجود داره، دستورات مشخصی میده و دولتش هم در واقع طبق این دستورات عمل میکنه. بنابراین همه چی بستگی به این داره که جمهوری اسلامی واقعا میخواد که روابطش با امارات و کشورهای منطقه بهبود پیدا کنه یا نه. آقای هاشمی، پرسش آخر، وقتمون هم محدود هست. امارات و بحرین حتما خاطرتون هست در صف نخست پیوستن به پیمان ابراهیم بودن. چطور میتونن الان میان روابطشون با اسرائیل و جمهوری اسلامی توازن برقرار کنن؟ من فکر میکنم به نفعشون شده که این مسئله رو به این شکل مطرح کردن. جمهوری اسلامی یادتون که سابقا تهدید میکرد، آقای قاسم سلیمانی قبل از اینکه کشته بشه تهدید میکرد، بعدها مقامات دیگه امارات رو تهدید کردن، ولی الان جرأت تهدید ندارن و اصلا موضوع رابطه امارات با اسرائیل فراموش شده در صحبت‌های مقامات ایران، بخصوص در یکی دو سال اخیر و بخصوص وقتی که اماراتی ها تونستن همزمان با رابطه با اسرائیل با جمهوری اسلامی رابطه برقرار کنن و در واقع کارهای مشترکی انجام بدن. ضمن این که اماراتی ها الان کاملا و دربست در سیاست آمریکا حرکت نمی کنن. اخیرا دیدیم که از پیمان دریایی مشترک با ایالات متحده که 38 دولت در اون هستن، پیمان CMF خارج شدن. هلو. و بنابراین این مسئله الان به نفعشونه که روابط رو با جمهوری اسلامی نگه داشتن و روابط رو با اسرائیل هم توسعه. خیلی کوتاه بفرمایید آقای هاشمیان، گفتگوهایی که دولت بایدن داشت با جمهوری اسلامی به نظر شما بر رویکرد سعودی ها تاثیر داشته؟ ببینیم که اونجا یک بستر از نارضایتی در دولت سعودی نسبت به آقای بایدن بود. یعنی تمام کارها و نتایجی که ما شاهد بودیم، نزدیکی به چین، نزدیکی به روسیه و سپس گشایش با جمهوری اسلامی، همه ناشی از نارضایتی محمد بن سلمان از آقای بایدن. ولی
ما نباید فراموش کنیم که بین ایالات متحده و پادشاه سعودی رابطه بین دولت‌ها نیست، بلکه بین کشورهاست و یک روابط استراتژیکی وجود داره و خیلی هم عمیقه. و به اعتقاد من موضوع آقای بایدن آمدن دموکرات‌ها و رفتن اونها زیاد تاثیر نمیذاره بر همکاری استراتژیک، ضمن اینکه منافع آمریکا هم در منطقه کاملا مشخصه. طبیعتاً آمریکا میخواد تنش‌ها در منطقه کاهش پیدا کنه، ولی موضوع ناوگان پنجم و وجود ایالات متحده در منطقه و کارهایی که جمهوری اسلامی الان داره انجام میده برای فشار بر آمریکا که از منطقه خارج بشه، اینا جزء منافع اساسی آمریکاست که من معتقدم پادشاه سعودی اونها رو در نظر. سپاسگزارم از شما. حسن هاشمیان تحلیلگر امور جهان عرب بودن که از ویرجینیا به ما پیوستن. برگردیم به روزیتا. ایران خشمگین در توییتر نوشته رئیس جمهور بعدی آمریکا جمهوری خواه بشه، روابط رو با عربستان ترمیم میکنه و چرخش خواهد داشت. آریو بارزن توییت زده چرخشی در کار نیست، این تاکتیک رژیم و آهسته آهسته زهرش رو وارد منطقه میکنه. و آخرین بخش از پیام های صوتی شما آماده است. ممنون که برامون پیام میذارین و همراهی. چرخش سیاسی جمهوری اسلامی از روی اجبار بوده و به خاطر اینکه پولش تمام شده مجبوره که پشت پرده با آمریکا ساخت و پاخت کنه. و این حمله‌ای هم که به پایگاه مجاهدین شد در آلبانی در راستای همین توافق پشت پرده ایران و آمریکا و اروپا، اینا همه با هم. دولت ایران تا زمانی که میتونه حکومت کنه هیچ کاری نداره به کشوری. وقتی منفعت خودشو به خطر میبینه، احساس میکنه که کشورهای منطقه شاید بر علیش دسیسه کنن، از دست بده، مجبور با کشورهای کنار با قول خودمونی صلح کنه. حتی خیلی شرایط شده با مردمان خودش یه جای کوتاه میاد چون نمیخواد حکومت از دست بده. چرخش جمهوری اسلامی سوال کرده بودید، مثل چرخش در باطلاق با رهبری روسیه و چین و امریکا، هرچی بیشتر دست و پا بزنه بیشتر فرو میره زیر قولهای سیاسی که به اون اصلا نمیتونه پایبند بمونه. هیچ شانسی نمیبینم که هیچ قدرتی توی دنیا بتونه جلودار این جمعیت مخالف ایرونی و همبسته در نخواستن رژیم سفاک اسلامی باشه. آگاهی و عزم این ملت پیروز خواهد بود و در آینده بسیار نزدیک خواهد. شکریه برادوست، پژوهشگر امنیت بین‌المللی و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک، مهمان بخش از برنامه هستن. خانم برادوست خیلی ممنون، خوش آمدید. اولین باری که ما در استودیو آمریکا در خدمتتون هستیم. چقدر این توافقی که تا الان بین تهران و ریاض صورت گرفته بر وضعیت کردها در عراق تاثیر گذاشته؟ تاثیرش اینجا باید بگیم تاثیرش رو عراق چه بوده و از طریق عراق تاثیر رو کردها هم داره، اگه منظور ما کردهای عراق هست. چون که میدونیم که هر رابطه‌ای که بین ایران و بغداد هست و سیاستی که جمهوری اسلامی در مقابل خاورمیانه میگیره تاثیر رو عراق داشته باشه، سیاست‌های بغداد نسبت به اقلیم کردستان عراق رو تغییر میده. و چیزی که در مقابل عراق داریم میبینیم اینه که اختلافات داره خیلی حکومت جدید عراق، یعنی شیعه سودانی، گروهی که مالکی رهبری اون ائتلافو میکنه که قدرت رو در عراق به دست بیاره، الان اختلافات شدید شده. و این اختلافات چرا شدید شده؟ چون که من بارها هم در مطبوعاتم این صحبت کردم، به خاطر اینکه این گروه ها به خاطر قدرت بود که با هم رقابت کردن و به خاطر قدرت گرفتن در عراق بوده که از جمهوری اسلامی و سیاستش حمایت کردن و ساپورتی که جمهوری اسلامی برای این گروه ها داشته و اون حمایت، اون رابطه گرم مالی بوده که این هر یک از این گروه ها کدومشون به قدرت میرسه. وقتی که ائتلافی تشکیل شد در عراق، شیعه سودانی مخالف صدر، و این ائتلاف به قدرت رسید، الان سر این قدرت که بعضی از وزارت های دفاعی به گروه مثلا حزب الله عراق نرسیده یا مخالف این تقسیماتی هستن که صورت گرفت. و موضوع دیگه هم هست که ما در چند تقریبا ماه 12 انتخابات استانداری های عراق رو داریم، انتخابات محلی رو داریم که خیلی مهمه برای هر گروهی که بخواد قدرت محلی و قدرت منطقه رو در عراق به دست بیاره. الان اختلافات هم شدید شده که دارن خودشونو برای انتخابات آماده میکنن و از این طریق اختلافاتی که دارن یا در مطبوعات علیه فسادهایی که هر گروه انجام داده دارن میجنگن
میگن که بتونن آرا برسیارن. همه این موضوع یه چیز رو ما میگه، میگه که ایران در این موقعیت چند تا آپشن داره، چند تا ممکنه سیاست داشته باشه. سیاست اولش اینه که ممکنه اینجا یک فضای بازی برای صدر به نظر من باز کنه که صدر بیاد جلوتر. وقتی صدر بیاد جلوتر، گروهایی که ایران حمایت میکنه میترسن و ممکنه دوباره با هم بتونن بسازن. این یکی از سیاستهایی انجام میده. و سیاست دیگرش اقلیم کردستان عراق، که اینجا به نظر من جمهوری اسلامی سعی میکنه که یک جبهه متحد تو عراق درست کنه علیه اقلیم کردستان عراق. و چرا علیه اقلیم کردستان عراق؟ به خاطر سیاستی که اقلیم کردستان عراق خودش داره، به خاطر اینکه اقلیم کردستان عراق بیشتر در منطقه نزدیکی به ترکیه داره، اونم به خاطر منافع اقتصادی خودش، و سعی میکنه در مورد ایران بالانس نگه داره، در حالی که میدونه تمام تصمیماتی که بغداد میگیره تصمیماتی که تحت تاثیر جمهوری اسلامی ایران داره میگه، چه تصمیماتی در مورد بودجه عراق که میدونه برای اولین بار در پارلمان عراق یک بودجه رو تا 2025 تصویب کردن، که همیشه برای هر سال بودجه تصویب میکردن، مثلا 2019 اینجوری بوده، برای 2021 2022 2023، الان تا 25 شیعه سودانی بودجه عراق تصویب کرده، و اون فشاری که بودجه عراق رو کردستان عراق داره، و تمام تصمیماتی که در مورد موضوع نفت و نفتی هست بین هولر و بغداد، اینجا نشون میده که سیاست های بغداد همون سیاستی که جمهوری اسلامی پیاده میکنه. و چرا اقلیم کردستان روابطش با ترکیه گرمتره؟ چون که میدونیم ایران از نظر اقتصادی زیر اون حصار یا اون سانکشن های اقتصادی، و برای اقلیم کردستان رابطه با ترکیه و فرستادن نفت از طریق ترکیه و تجارت ترکیه به بازارهای اروپی، به بازارهای جهانی، خب هر اکتر سیاسی عاقلی هم باشه طرفی رو انتخاب میکنه که برای منافع اقتصادیش بهتره. برای همین هم هست، حالا بماند بقیه موضوعات دیگه‌ای که گروه های کرد مخالف جمهوری اسلامی در اقلیم کردستان هستن، نه تنها کرد، میدونیم خب از سایر قسمت های ایران وقتی که مخالفانی از ایران بخوان خارج بشن یا پناهی بگیرن، اینجا کردستان عراقه که تقریبا میشه گفت پناهگاهشونه. یعنی این مورد با میگه خب هنوز هم عراق جاییه که ایران میتونه اونجا مانور بده و اونجا حرکت سیاسی بهتری داشته باشه، ولی این اختلافات گروه های شیعی جدیدن هم شدیدتر شده تأثیر خواهد گذاشت در تهران، و ببینیم چه تأثیرات خواهد گذاشت و آیا این گروه ها میتونن با هم کنار بیان. گفتم انتخابات نزدیکه و تهران سعی میکنه گروه هایی رو الان جلسه هایی هم داشته با گروه های چه مخالف مالکی چه با مالکی که بتونه این وضع رو کنترل کنه. به طبیعتا البته ریاض هیچ موقع از این وضعیت خوشنود نباشه که در عراق میگذره، بعد دید در ادامه آیا این تاثیر میگذره روی این همکاری که تهران و ریاض شروع کردن. آقای محمد شیا سودانی که بهش اشاره کردید، چه نفعی میبره از میانجیگری بین ایران و مصر به نظر شما؟ ببینید، رابطه بین عراق و مصر با شیعه سودانی شروع نشده. عراق و مصر تجربه قبل از این حکومت رو دارن. میدونیم در دوره جنگ ایران و عراق مصر یکی از کشورهایی بوده که از عراق از صدام حمایت کرد. حتی مصر نبود، اردن هم بود، و اونجا اومدن یک ائتلافی به نام ACC برای مدت کوتاهیمون ائتلافمون که بتونن یک همپیمانی جدید و علیه همپیمانی GCC، همپیمانی که عربستان سعودی رهبریتش رو داشت 1989 90 که این عمرش کوتاه بود. و بعد از جالب اینه که درست بعد از سقوط صدام هم اولین کشوری دوباره رابطه خودش رو با عراق باز کرد دوباره مصر بود. و چرا این رابطه رو زودتر مصر شروع کرد؟ چون عراق برای مصر مهمه، نه موضوع ایرانه. عراق دومین کشوری بود که صادرات مصر به این کشور صورت میگرفت، و عراق کشوریه که مصر سعی میکنه رابطه رو باش بهتر کنه تا از ایران دورش کنه. و اینکه روابط جدید شدن این گفتگویی که مصر میخواد رابطش رو با تهران یا تهران میخواد رابطش رو با مصر بهتر کنه، اینجا شروع این گفتگوها از 2021 شروع شده، از جولای 2021 که یک خبری اومد از مقامات از مصر، گفتن که چند نفر از اطلاعات ایران به قاهره سفر کردن و در مورد بازسازی روابط و شروع کردن روابط دیپلماتیک شروع کردن این گفتگوها رو. یعنی درست قبل حتی اینکه عربستان و ایران به توافقی برسن گفتگوها با مصر وجود داشته. و چرا میخوان چه این گفتگوهای صورت بگیره؟ و این پیشقدمی ایران رو نشون میده. اگر راپورتی که مقامات مصری دو سال پیش گفتن، این نشون میده که جمهوری اسلامی اون موقع سعی کرده شاید همون جبهه‌ای که من دارم صحبت میکردم، جبهه علیه عربستان سعودی رو میخواست به مصر نزدیک بشه تا در مرزهای اسرائیل هم بتونه هم پیمان درست کنه. این از یه طرف درسته برای ایران، و الان هم برای مصر راحت‌تر هم شده اگه بخواد چنین پیشقدمی رو از ایران قبول کنه، چون که مصر قبلا شاید به خاطر سایه عربستان و اون اختلافاتی که بین عربستان و ایران بود نمیتونست راحت‌تر به ایران نزدیک بشه، ولی الان میتونه راحت‌تر نزدیک بشه و دوباره اون عراق رو با همکاری اردن و مصر و چیزی که آمریکا هم میخواد، غرب هم میخواد، که از
از اون چنبره ایران و اون گازی که ایران برای عراق احیا میکنه کمتر کنه وابستگی عراق به ایران رو، اینجا هم این به نظر من به عراق کمک میکنه، به سیاست مصر هم کمک میکنه و همچنین که خودت میبینیم تمام کشورهای منطقه دارن سعی میکنن اون استابیلیتی، اون ثبات امنیتی رو در منطقه حفظ کنن. مخصوصا الان میبینیم که خب دولتی که در مصر در قدرت از نظر اقتصادی یک فلج اقتصادی و تمام سعیش رو میکنه که اون اقتصادش رو رونق بده، درست از دیکتاتوریت و زندانهای سیاسی و مشکلات حقوق بشری که در مصر هست بگذریم، اقتصاد مصر الان وضعیت خیلی بحرانی داره. برای همین هم هست این نزدیکی داره به نظر من به مصر کمک میکنه. و الان ائتلاف جدیدی که دارن در موردش صحبت میکنن بهش میگن شرق جدید، الان تو انگلیسی میگن نیو لونت، یعنی شام جدید. شام جدید و این شام جدید باعث میشه که ما بدونیم که در این اتفاقات، در این ائتلافات امکان این که سوریه هم، نکته مهم اینجاست، امکان این که سوریه هم به این ائتلاف بپیونده زیاده. خب خیلی وقتمون هم کوتاه هستش. بسیار صحبت شد از این که شخص امیر عبداللهیان وزیر خارجه جمهوری اسلامی به خاطر سابقه‌اش که معاون وزارت خارجه بود در امور منطقه، در این ارتباط هایی که الان میبینیم، مثلا حتی اون ویدئوی معروفی که گذاشتن که با وزیر خارجه امارات دو نفری تو ماشین نشستن، در این نوع ارتباطات و گرم شدن ارتباطات تاثیر داره. چقدر فکر میکنید شخصا یه نفر میتونه مثلا امیر عبداللهیان این مسائل رو جلو ببره؟ بستگی داره اون شخص چی باشه و سر و در چه گروهی از جمهوری اسلامی کار کنه. من اعتقادم اینه که خب قاسم سلیمانی شخصی بوده که تاثیر بی‌نهایتی در منطقه داشته و بعد از کشته شدن قاسم سلیمانی موضوع ایران و قدرت ایران در منطقه و حتی در ارتباط با گروه‌های ملیشیایی، گروه‌های شبه نظامی کم شده. ولی منظورم از قاسم سلیمانی نمونه‌اش چیه؟ کسی که میخواد در خاورمیانه تأثیر داشته باشه، کسیه که سپاه حمایتش کنه. بدون حمایت سپاه، بدون اینکه در سپاه مقامی داشته باشی، تأثیرات آنچنانی نمیتونی در خاورمیانه داشته باشی. چون حتی سفیرهای جمهوری اسلامی در خاورمیانه هم فرماندهان سپاه هستن، اکثرا با بک‌گراند کار در سپاه یا مقامات سپاهی هستن. و همین اینو به ما میگه عبداللهیان هر کاری هم بکنه، کسایی که در دولت هستن اگه سابقه کار در سپاه رو نداشته باشن، حمایت در سپاه رو نداشته باشن، عملا در خاورمیانه نمیتونن هیچ موفقیتی در روابط سیاسی داشته باشن. و این سپاهه که تصمیم گیرنده نهایی در موضوع روابط خارجی ایران در خاورمیانه است. در حتی در اروپا و کشورهای دیگه هم بعد از اینکه سعی کردن یک چهره‌ای بسازن مثل ظریف و سعی کنن بگن خب اینجا دو چهره در ایران وجود داره، هارتلاین میدونیم که خب اصلاح طلبان گفتن که سپاس. این چهره نرمتره و بهتره برای دیپلماسی. اونجا موقعیتی جمهوری اسلامی سعی میکنه از سقوط مانع سقوط باشه، یه چهره ای رو درست میکنه، میگن این سیاست خارجی ماست، که ولی ما هر تو هم میدونیم که سیاست یعنی سپاه. تشکر میکنم. شکریا پرادوس بود، پژوهشگر امنیت بین‌المللی و سیاست خارجی از دانشگاه ویرجینیا تک. در پایان حسن سربخشیان نگاهی داره به شرکت‌های پوششی جمهوری اسلامی در امارات و نیروهای نیابتی سپاه پاسداران در منطقه و آینده اونها پس از چرخش سیاسی در منطقه خلیج فارس. آغاز شکل‌گیری تحریم‌های دولت آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران در آغازین سال‌های بعد از انقلاب سال 57 خورشیدی بود که تلاش عوامل حکومت جمهوری اسلامی برای خونسا کردن و دور زدن تحریم‌ها نیز شدت یافت و تأسیس شرکت‌های پوششی در کشورهای همسایه ایران نیز اوج گرفت. اما با گسترش تحریم‌های وضع شده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران بود که تعدادی از این شرکت‌ها نیز هدف تحریم‌های آمریکا قرار گرفتند. در دورانی که به اصطلاح عنوان سازندگی گرفت، این شرکت‌ها شمارشون به صورت قانونی کار می‌کردن و دلالی می‌کردن، شرکت‌های نفتی رو می‌آوردن، نفت می‌فروختن، اجناس دیگه برای ایران می‌خریدن و تقریبا حالت قانونی داشتن. ولی زمانی که مجازات ها آغاز شد، شماری از این شرکت ها در فهرست سیاه رفتن. این به معنای نیست که اینا کارشون رو تعطیل کردن، بعضی اسامی جدید گرفتن، بعضی اومدن اعضای هیئت مدیره یا مدیرانشون رو عوض کردن. و امروز شما صدها شرکت در خود امارات عربی متحد دارید که حتی در دورانی که روابط دو کشور خیلی روابط مناسبی نیست و سفیر ایران در امارات نداره و در سطح کاردار، این شرکت ها کار خودشونو میکنن. این شرکت های پوششی
فعالیتشون در چارچوب تأمین و پولشویی برای جمهوری اسلامی تعریف شده. این موضوع رو ما هم در دولت آقای محمود احمدی نژاد شاهد بودیم، هم در دولت دوم آقای حسن روحانی و هم در حال حاضر در دولت آقای ابراهیم رئیسی، که این شرکت‌های پوششی برای جابجا کردن و نقل و انتقال در واقع پول فروش نفت جمهوری اسلامی برای خرید تجهیزات، خرید ادوات و تجهیزات نظامی و سرکوب، برای خرید در واقع حتی بعضی کالاهای مورد نیاز اقدام می‌کنند. همین الان در خصوص برنامه‌های پهبادی و موشکی جمهوری اسلامی مجموعه‌ای از این شرکت‌های پوششی در کشورهای عربی منطقه، در چین، کشورهای آسیای میانه، در اروپای مرکزی و حتی در کانادا در دو سال گذشته شناسایی، معرفی، بعضن تحریم شدن، که خب این شرکت ها همونطور که توضیح دادم خدمتون وظیفه‌شون در چارچوب دور زدن مکانیزم های تحریم علیه جمهوری اسلامی هست. بعد از اعدام صدام حسین بود که دشمنی دو کشور ایران و عراق پایان یافت. تا با شدت گرفتن تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران، فعالیت‌های اقتصادی شرکت‌های وابسته به این کشور در عراق گسترش یابد. درسته در عراق به قول خودشون مزاحمی مثل آمریکا دارن، ولی به علت اینکه عوامل حکومتی عراق بسیاریشون سرسپرده جمهوری اسلامی هستن و رو به قبله تهران نماز میخونن، بنابراین برای جمهوری اسلامی آسانتره که جنس‌های قاچاق رو از عراق بیاره. و البته همونطوری که عرض کردم کشورهای دیگه هم هستن، از ترکیه، از پاکستان، از کشورهای آسیای جنوبی، جنوب شرقی. جمهوری اسلامی نیازهاش رو تأمین میکنه، منتها با هزینه‌های بالا. به دنبال تشدید اعتراضات بعد از مرگ مهسا امینی و با گسترش بحران اقتصادی و نارضایتی‌های اجتماعی در سراسر ایران، تأثیر تحریم‌های وضع شده آمریکا علیه این کشور نمود بیشتری یافت تا جمهوری اسلامی ایران هرچه بیشتر به چین نزدیک‌تر شود. به همین منظور در اسفند ماه 1401 خورشیدی و در اقدامی غیرمنتظره برقراری رابطه دیپلماتیک بین دو کشور ایران و عربستان سعودی با وساطت چین اعلام شد تا پایانی بر 7 سال قطع رابطه دو کشور مسلمان باشد. این ابتکاری که ایجاد شده مبتنی بر این چارچوب بوده در واقع سرمایه‌گذاری چین در منطقه به عنوان یکی از در واقع پشتیبانان اصلی جمهوری اسلامی و چرخش سیاسی در کشورهای بزرگ منطقه به خصوص عربستان سعودی. حالا این که خب در این فرصت پیش آمده جمهوری اسلامی چه بهره برداری میکنه، آیا اساساً توفیقی حاصل میکنه یا نه، اون رو باید در چارچوب مسائل دیگه نگاه بکنیم، چون به هر شکل در واقع منافع ارتباط در منطقه با غرب هم خالی از اهمیت نیست و من به شخصه فکر نمی کنم تا زمانی که سیاست های ناامن کننده جمهوری اسلامی، سیاست های فعلی جمهوری اسلامی در واقع برقرار باشه، این مسائل به توفیق برسن. به نظر می رسه جمهوری اسلامی در این مرحله به خاطر نیازهاش مجبور شده که ایدئولوژی رو فرو ببل. باید منتظر بود آیا مسئله یمن حل خواهد شد. این های مسائلی است که به مرور زمان روشن میشه. فعلا جمهوری اسلامی در موقع ضعیف با توجه به جنبش بزرگی که در ایران بود ناچار امتیاز بده تا شاید موقعیت خودش رو تثبیت کنه. اگر جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه بده، شاید در آینده نزدیکی ما شاهد تغییراتی در سلوک و رفتار دولت‌های منطقه با جمهوری اسلامی باشه. دوستی بیشتر جمهوری اسلامی ایران با کشورهای همسایه در منطقه خلیج فارس در حالی است که بیشتر دولت‌های همسایه ایران همواره از نفوذ فردی همچون قاسم سلیمانی در مقام فرماندهی نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتقاد کرده بودند.
اما چند سال بعد از حذف قاسم سلیمانی از معادلات منطقه توسط آمریکا، آیا تغییری اساسی در نگرش سیاست منطقه‌ای جمهوری اسلامی به وجود خواهد آمد؟ قاسم سلیمانی نماد مداخلات جمهوری اسلامی در منطقه بود. اینکه وزیر خارجه عربستان سعودی در تهران حاضر نمیشه در زیر عکس او مصاحبه مطبوعاتی انجام بده نشون میده و در بسیاری از کشورهای عربی از او به عنوان قاسم معدوم یاد میکنه و مثل جمهوری اسلامی براشون اون قهرمان نشد. بنابراین میخوام بگم غیاب قاسم سلیمانی با توجه به اینکه جانشینش آقای اسماعیل قاآنی نه اون حالت او رو داره، نه امکانات او رو داره، نه اصلا اعتباری براش قائلن. بنابراین مسئله نیروی قدس به عنوان یک واحد مطرحه، نه فرمانده نیروی قدس. و طبیعتا اگر جمهوری اسلامی دست از مداخله برداره، نیروی قدس هم به حاشیه خواهد. فکر میکنم تغییر کلی ژئوپلیتیک خاورمیانه، سیاست در خاورمیانه، اساساً اون موقعیتی که گروه‌های نیابتی پیش از این در کشورهای همسایه ایران داشتن رو به خودی خود تضعیف خواهد کرد، کما اینکه این موقعیت همین الان هم حداقل در عراق و در سوریه به شکل چشمگیری تضعیف شده. نبرد میان گروه‌های نیابتی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران در سوریه از یک سو و نیروهای ارتش آمریکا در حالی در جریان است که بر اساس آخرین گزارش‌ها میزان تلفات این گروه‌ها همچنان رو به افزایش است. این صدای آمریکاست.